سلام خدمت دوستان عزیز، فارسی زبانان گرامی. درس دیگری از مجموع درس‌های آموزش زبان ترکی استانبولی رو در خدمتتون هستیم. درس 26 هست و بیدرنگ درس رو شروع میکنیم. مثل همیشه آدرسامون رو یادآوری میکنیم. فیسبوکمون به همین نشانی که میبینید، ما به طور مرتب به صورت روزانه عکس ها و مطالب آموزشی که ممکنه برای یادگیری این زبان براتون مفید باشه رو در این آدرس قرار میدیم براتون. همچنین یوتیوب ما هست به همین نشانی دوم، که اگر ویدیوهای قبلی ما رو ندیدید حتما به این نشانی سری بزنید. وبلاگ ما به همین نشانی سوم، که تمام دروس ویدیویی ما و عکس های ما رو میتونید اونجا پیدا کنید. و همچنین نشانی آخر در سایت تخت سفید به نشانی tahtesefid.org/user/learnwithbabak، که اگر خواستید در واقع ویدیوهای ما رو ببینید بدون فیلتر، میتونید به این آدرس سری بزنید. خب درس رو شروع میکنیم. در ادامه درس های گذشته با تقلید از کتاب Let's Go، که در یادگیری زبان انگلیسی بسیار به افراد کمک میکنه، یکی از بهترین متدا هست، ما در واقع تبدیلش میکنیم به دروس ترکی و ازش استفاده میکنیم. پس شروع میکنیم. خب یه چیز دیگه ای که من دیدم در این کتاب اینکه این هست، نوشته که این چیه؟ این یک خطکشه. خطکش یادتونه به ترکی گفتم چی میشه؟ جدول. بعد جمله بعدی میگه اینها چه هستن؟ میگه اینها یا آنها، در واقع they are pencils، مدادا هستن. اینها مداد هستن. حالا ما اینو بخوایم در ترکی بگیم، یعنی ما در درس‌های گذشته هی گفتیم این چیه، این فلانه، اینا، حالا میخوایم بگیم اینها چی هن؟ بعد یارو در جوابش باید بگی که آنها، چون به حال ببین یعنی این مدادا دسته ای پسرن، این دختره دیگه باید بگه آنها مثلا مداد هستند، یعنی پیش خودش نیست، دور ازش. خب حالا میریم جلو متوجه میشی. این چیه؟ آن یک خطکشه، مثل اینجا. این چیه؟ بونه، مثل همیشه بونه. شو بیر جدول، شو رو قبلا بهتون درس دادیم. بونه شو بیر جدول، بونه شو بیر جدول. حالا اینها چه هستن؟ آنها مدادها هستن، یعنی یارو مدادها تو دست خودش داره، بعد به اون شخص مقابل میگه اینا چی هستن؟ بعد شخص دوم میگه آنها فلان چیز هستن، یعنی پیش خودش نیست، دوره. مشابه همین عکسی که نشونتون دادم، این بچه مدادها پیش خودش هستن، بعد از دختره میپرسه اینا چی هستن؟ دختره به خاطر که مدادها پیش خودش نیستن میگه آنها مداد هستن. حالا همین رو میخوایم به ترکی بگیم، اینا چه هستن؟ آنها مداد هستن. بونلار نه، شونلار، کالملر، جمع میشه دیگه، شو بود حالا شد شونلار کالملر. بونلار نه، شونلار، کالملر. پس این چیه؟ آن یک خطکشه. بونه شو بیر جدول، یعنی شخص که ازش دارید میپرسید مثلا او طرف اتاق نشسته، بعد شما از این طرف اتاق بهش میگید این چیه؟ بعد اون نمیتونه بگه این خط کشه دیگه، باید بگه آن خط کشه. حالا اگه ما در مکالمات روزمره این و آن و همون در فارسی هم قاطی میکنیم، ولی خب قاعدتا باید بگیم آن یک خط کش است. به هر حال به این شکله که بونه شو بیر جدول. حالا اینها چه هستن؟ جمعشه بونلار نه، شونلار، کالملر، آنها مداد هستن. دو نمونه دیگه، چند نمونه دیگه. اینها چه هستند؟ آنها سی دی هستند. اینها دیگه اینجا ننوشتم، شما میتونید خودتون بگید اینها چه هستند؟ آنها سی دی هستند. اینها چه هستند؟ آنها
مداد چمی هستن. حالا آنها چه هستن؟ آنها درخت هستن. من می نویسم براتون اینجا چیکار کنم. مونلارنه شوندار اینطوری می نویسن سی دی لر سی دی لر شوندار سی دی لر بونلارنه شونلار موم اینگه لازم نبود موم بویا لار حالا اصلا به فرض سواری قطاری هستید یا سوار ماشین هستید دارید تاب میخورید بعد یه درختی یه چیزی میبینید یه تعداد درخت میبینید بعد بگید آنها چه هستن دیگه این دفعه میشه شوندار نه البته در فاصله دوره دیگه اینجا باید بگیم اونلار نه اونلار آچ آچ میشه درخت آچلار اونلار آچلار و در نهایت اونلار نه اونلار چیچک لر اوکی؟ تمام ما اونلار نه اونلار چیچک لر اونا گل هستن حالا سوالی که خیلی ها این تیکه رو تمومش کنم این تیکه رو خودتون بگیرید تمرین کنید ها یعنی اینا چی هن؟ اینا دفتر هن اینا چی هن؟ اینا سی دی هن اینا چی هن؟ این اتوه این نمیدونم ماشین حسابه این عطره این کیفه این جورابه همه این چیزها باید تمرین کنید اگه کلمه ای هم نمیدونید تشریف بیارید به فیسبوک ما به همون نشانی که ابتدای درس بهتون گفتم اونجا ما خیلی چیزها رو توضیح میدیم شرح میدیم نمیدونم کلمه میذاریم همه کارا میکنیم پس این جملات رو در حالات مختلف برای خودتون تمرین کنید من چند نمونه بیشتر نگفتم دیگه 2 4 6 تا بیشتر نگفتم شما مثلا حداقل باید 50 تا از این جملات رو برای خودتون تمرین کنید تا راه بیافتید و هر اشکالی هم که داشتید میتونید تشریف بیارید به فیسبوکمون و اونجا سوالتون رو مطرح کنید خب حالا سوالی که خیلی ازم میپرسه اینه که میپرسن دوستان اینه که تفاوت شو و او چی هست خیلی الان سوال پیچیده ای شده ازم دیرش هم یه خط تفاوت بین این دوتا ضمیر برای خارجی حتی مثل خودم سخته یه منده پیچیده است یعنی زیاد قابل هضم نیست چون معمولا در زبان هم فارسی هم انگلیسی در زبان‌های مختلف یک در واقع ضمیر میذارن این یکی هم آن دیگه تموم میشه نه اینکه برای آن دو مورد باشه یعنی ما میگیم شو آن نزدیک او آن دوره ولی ما در حالت کلی پیشنهادمون به همه دوستان اینه که همون او هم استفاده کنید برای یک خارجی در این مقطع از سطح دانش این زبان کافیه که همون او استفاده کنید اکثر جاها او استفاده کنید حالا شو استفاده نکنیدم زیاد تأثیر نداره ولی در حالت کلی شما میتونید با توجه به فاصله‌ای که با آن جسم دارید از این دو کلمه استفاده کنید بعد شو اغلب مواقعی استفاده میشه که آن جسم فاصله زیادی با او گوینده نداشته باشه یعنی اون جسم در دسترس نزدیک نباشه یعنی چی؟ یعنی شما اینور اتاق نشستید اونور اتاق رو در واقع یه چیزی بهتون میگن مثل همون مداد و این چیزایی که مثال زدیم میدونید؟ یا مثلا اتاق بغلیتون ولی دیگه او سر خونه که باشه دیگه میگیم او اون طرف خیابون باشه میگیم او مواقعی استفاده میشه که جسم
با گوینده فاصله طولانی داشته باشه، مثل چیزی که در یک در خارج از شهر، خارج از کشور، یا چیزی داشته باشیم که اون طرف شهر باشه یا حتی اون طرف خیابون باشه. شو در واقع در مواقعی که خیلی نزدیک بهمون میگیم اون جست، خیلی نزدیکه ولی در واقع خیلی هم بهمون نزدیک نیست. میگم تفاوتش رو بخوایم تشریح کنیم کمی سخته، یعنی اینطوری تنها. ولی خب ما پیشنهادمون اینه که، پیشنهاد ما که نه، خب من یه نفرم، من این است که از همون او استفاده کنیم. تمام؟ پس این شد در واقع پیشنهاد ما. ممکنه اصلا متوجه هم نشده باشید، ولی در حالت کلی شو برای مواردیه که جسم بهتون نزدیک باشه ولی دسترسیتون به اون جسم نباشه. البته خب دسترسی که خب کشور دیگه هم باشه شما میتونید بهش دسترسی پیدا کنید، ولی دسترسی آنی بهش ندارید، یعنی آنن نمیتونید به اون جسم دسترسی پیدا کنید. ولی او دیگه طولانی میشه فاصله، میگم حتی اون طرف خونه، نمیدونم خیابون پشتی، چه میدونم شهر بغل، هر چیزی که دیگه او استفاده میشه. ولی در حالت کلی اگر همون او هم برای هر دو مورد استفاده کنید مسئله ای نداره. اینو میخواستم براتون بشکافم که دیگه دوستان مشکل پیدا نکنن. پس از همون او استفاده کنید دیگه هیچ. خب یک مکالمه داریم اینجا که این دختره وارد خونه میشه، میگه سلام مامان، من خانم، من در خونم، این دوست من حالا اسکاته، اینم مادرمه. بعد بچه میگه که از ملاقات شما خوشحالم خانم هیل. اونم میگه از ملاقات تو هم خوشحالم. حالا اینو میخواییم در ترکی بگیم، سلام مادر، من در خانم، این دوست من، حالا کلماتو ترکی کردیم، اسمارو ترکی کردیم، این دوست من عارف است. عارف اینطوری مینویسن، عارف، عارف در ترکی عارف مینویسن، عارف. این مادرم است. بعد اون میگه از ملاقات با شما خوشحالم خانم اورتاچ. اورتاچ رو از اسم سردار اورتاچ، اورتاچ. منم از ملاقات با شما خوشحالم. خب میریم در ترکی میگیم مرحبا آنه، مرحبا آنه، من اودیم، او یعنی خانه، ده یعنی در، افده، افده یعنی در، یم یعنی در واقع من در خانه ام، اون امش میشه، ای بابایی که افده یم، من در خانه ام، افده یم، افده یم. حالا مثلا یه چیز دیگه، واحد آپارتمان میشه دایره. اوکی، یک واحد آپارتمان میشه دایره. البته دایره، دایره هم میگن، دایره، دایره، دایره یعنی یک واحد آپارتمان. مثلا میخوایم بگیم من در واحدم، یعنی من در خونم در واقع. بخوا شما یه آپارتمان، یه واحد آپارتمانی داشته باشید، اون موقع دیگه میگید من در خونم. دایره ده یم، دایره به اضافه ده به اضافه یم، دایره دیم، یعنی من در خونم، ولی خونه ای که آپارتمان باشه، واحد آپارتمانی، دایره دیم. خب حالا من افدیم، من در خونم، حالا میتونیدم بگید من گلدیم، من گلدیم شاید اصلا بیشترم استفاده بشه، من گلدیم یعنی من آمدم، من گلدیم، من گلدیم. بو بنیم آرکاداشم آریف، این دوست من آرفه،
Bu benim arkadaşım Arif. Bu benim arkadaşım Arif. Bu benim annem. معرفی شون کرد به هم دیگه مطابقه این عکس. این دوست من اسکات، این دوست من، این مادرم است. بو بنیم آنم، این مادرم است. خب جمله بعدشو قبلا کار کردیم. تانیشتیمیزا ممنون اولدوم ارتاچ هانم. تانیشتیمیزا ممنون اولدوم ارتاچ هانم. تانیشتیمیزا ممنون اولدوم ارتاچ هانم، یعنی خانم ارتاچ. حالا به چند نمونه دیگه، حالا اگه مردی بود میشد بگیم اوزان بی، یعنی مثلا اسم یارو اوزان بود، از بی هم میتونیم استفاده کنیم، یعنی آقای اوزان. به فرض مثلا مثلا یه آقای دکتر میشه دکتر بی، و برای خانم ها میتونیم بگیم دکتر هانم، دکتر هانم. یا حتی حالا پایین تر نوشتم مثلا همون ارتاچ رو در نظر میگیم، میتونستیم بگیم ارتاچ هانم افندی. هانم افندی رو بهتون گفتم قبلا، ارتاچ هانم افندی، ارتاچ هانم افندی، یعنی اینکه سرور من، خانم، یعنی ارباب من. خانم افندی خیلی محترمانه تر. خانم حالا اگه آشنا تر باشید میتونید بگید، ولی برای اولین بار خانم میتونید میبینید همون فامیلش اگه ارتاچ بود میتونید بگید ارتاچ خانم افندی، ارتاچ خانم افندی. بعد اون هم میگه که بنده تانیشتیمیزا ممنون اولدوم، بنده تانیشتیمیزا ممنون اولدوم. پس متوجه شدید یه مکالمه ساده است. مرحبا آنه، من افده ایم، یا من گلدیم، یعنی من در خونم، یا من آمدم. بو بنیم آرکاداشیم عارف، بو بنیم آنم، با هم معرفیشون کرد. تانیشتیمیزا ممنون اولدوم ارتاچ هانم، یا ارتاچ هانم افندی. اینجا گفتیم، بعد گفتیم برای آقایون هم همون بی، یا البته اون هم بی افندی که بیاری دیگه قال قضیهش کنده میشه، یعنی محترمانه تر میشه، قال قضیهش کنده نمیشه. بی افندی بنویسم داشته. خب بی افندی. و در نهایت اون هم میگه که بنده تانیشتیمی زمانمون اولدوم، من هم از ملاقات با شما خوشحالم. اضافه هاشو پاک میکنیم. اصل مکالمه ما همین بود، این مکالمه ساده بود. خب حالا یه در واقع ما کلمات پرسشی رو قبلا بهتون گفتیم، یعنی ما تقریبا از درس 10 تا درس 20 و به شکل خیلی جدی قواعد فقط بهتون گفتیم، قواعد بهتون گفتیم ولی کاربردش بهتون نگفتیم. حالا در این درس ها داریم فقط کاربرد داریم بهتون میگیم. خب حالا این چیه؟ میگه که who is she? She is my sister. Who is she? He is my grandfather. اون کیه؟ او خواهرمه. او کیه؟ اون پدر بزرگم. حالا اینا میخوایم در ترکی بگیم چطور اینا رو توضیح بدیم. اولا این عکس ما که یادتون هست در فیسبوک اگه آمده باشید این رو دیدید، خانواده رو گفتیم چی میشه، بابا میشه بابا، مادر میشه آنه، پدر بزرگ میشه دده یا بویوک بابا، بویوک بابا، مادر بزرگ نینه، یا حتی من دیدم ننه هم میگن، مشابه همون ننه در فارسی، نینه، ننه حتی، یا بویوک آنه، مادر بزرگ. خواهر میشه کیس کاردش، برادر ارکه کاردش، عمو میشه آمجا، دایی میشه دایی، خاله میشه تیزه، و عمه میشه حالا. اینو قبلا بهتون گفتیم. حالا ما خواهیم با اینا جمله بسازیم. شما میتونید بسازید دیگه. واژه کلمه پرسشی کیم به معنی کی یا چه کسی رو خوندیم قبلا.
شو کیم؟ او کیه؟ شو کیم؟ یا البته بو هم میتونیم بگیم، عکس بغلتون هست، این کیه؟ حالا من گفتم او کیه؟ شو بنیم کیز کاردشیم، او خواهرم است. شو بنیم کیز کاردشیم، نمیتونیم بگیم کیز کاردش، اشتباهه، باید ضمیر متصل بیاریم، کیز کاردشیم، کیز کاردشیم. او کیه؟ اون پدر بزرگم. مشابه عکس خواستم میگم شو کیم. اگر دقت کرده باشید در انگلیسی برای در واقع مذکر مؤنث اون چیزی که میاد، ضمیری که میاد متفاوت هی و شی میاد، ولی در ترکی ایتالی نیست دیگه. این بو یا شو یا اینا رو برای چه مذکر چه مؤنث میتونیم استفاده کنیم. پس شو کیم، شو بنیم ددم یا بویوک بابام. شو بنیم ددم بویوک بابام و یا بویوک بابام، حالا فرق نمی کنم. حالا او کیه؟ او مادرمه. او کیه؟ او خالمه. او کیه؟ او عمومه. اینا دیگه خلاصه خودتون راحت میتونید بسازین دیگه. او کیه؟ شو کیم، شو بنیم آنم. او کیه؟ او خالمه. شو بنیم تیزم، تیزم. او کیه؟ او عمومه. شو بنیم آم جام، آم جام، آم جام. شو بنیم آم جام. دیگه مثال بزنید دیگه. حالا البته افراد دیگه، خانواده مثل داماد، نمیدونم عروس، اینا رو هم بعدم بهتون خواهم گفت، پسر خاله، پسر عمو، همه اینا رو بهتون میگم بعدم. پس اینم این عکس که قبلا ساختیمش. و در نهایت نام مشاغل در زبان ترکی رو میخواستم بهتون بگم که اینو قبلا در قبل از اینکه در واقع این ویدیو ضبط شه در فیسبوکمون هم گذاشته بودیم. شغل یا کار قبلا بهتون گفتم، مسلک، مسلک. حالا یه چیزی که هست در واقع یه جمله‌ای که الان یادم اومد خواستم بهتون بگم، بعضی موقع یه دهی بهتون میگن در ترکی نه یاپیور، نه یاپیور. مثلا حالا یارو جلوت وایساده ولی کلا بهت میگه چیکار میکنی، حالا نه یاپیورسون، یعنی چیکار میکنی، یعنی حالا همطوری چیکار میکنی، چطور میگذره اوضاع اینا. حالا یه چیز دیگه هست که میگه نه ایش یاپیور، نه ایش یاپیورسون، که فکر میکنید که یارو اصلا بهتون میگه نه شاپیورسون، یعنی اینقدر نزدیک به هم تلفظ میشه. ولی در اصل من دیدم بعضی از دوستان میپرسن اینا چی میگن، نه شاپیور یعنی چی؟ نه، این نه ایش یاپیورسون، ایش یعنی کار، همون حالا مشابه مسلک معنی میده. میتونیم ما ایش هم به کار ببریم، ایش هم به معنی کار هست. نه ایش یاپیورسون، نه ایش یاپیورسون، کارتون چیه؟ نه ایش یاپیورسون، کارت چیه؟ حالا دانشجویی، دانش آموزی، کارگری، فلانی، که هرچی که هستی میگی دیگه. حالا نام مشاغل میخواستیم بگیم، البته بخشی از مشاغل، حالا همه که دیگه. خب بازیگر مرد میشه اکتور، اکتور، اکتور. بازیگر زن اکتریست، اکتریست، اکتریست. از ت سری میپریم، اکتریست، اکتریست. باستان شناس، این در مرتب شده بخاطر همین بعدش اومد. آرکئولوگ، 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 آرکئولوگ. سرباز میشه آسکر، آسکر. در ترکیه هم سربازی هست، شهروندهای ترکیه باید 2 سال برن سربازی، آسکر. آشپز میشه آشچ، آشچ. این چون ای هست آشچ، اینطوری من چیز میگه
این آشت مشابه ایشت هست، یعنی کارگر. وکیل، آوکات، 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 آوکات. باغبان میشه باغچوان، باغچوان. فکر کنم قبلا بهتون گفتم باغچه باغچه ای بابا یعنی باغ کوچک یا همون باغچه خودمون. باغچوان یعنی باغبان، باغچوان. بقال، حالا این باشی بقال آخه هنوز در ترکیه استفاده میشه، میشه بقال، بقال، بقال. در زبان ترکی این نکته رو لازمه که بگم، در زبان ترکی که رو درست نمیتونن تلفظ کنن، که میزنه به خه، یعنی این میشه بقال، بقال، میزنه به خه، یعنی بین که و خه تلفظ میشه. مثل چی؟ مثل مثلا یوک که در واقع ترک ها میگن یوخ، اصلا خه میگن اونا. یا به فرض چی بگم، مبل میشه مثلا کلتوک میشه، ولی اینا میگن خلتوخ، یعنی اصلا نمیتونن خه در واقع که بگن. البته این ما البته داریم ترکی استانبولی تدریس میکنیم، در مناطق دیگر از ترکیه بیشتر نمیتونن که رو تلفظ کنند، خه میگن، ولی در زبان ترکی استانبولی که میگن. پس الان بقال میشه همون بقال، بقال. ماهیگیر میشه بالکچه، بالکچه، بالکچه. ماهی فروش میشه بالک ساتیجی، ساتیجی، بالک ساتیجی، بالک یعنی ماهی. کارمند بانک، بانک ها مامورو، حالا مثلا افسر پلیس میشه پلیس مامورو. مامور همون معنی کارمند رو میده، یا حتی مثلا پست مامورو، مامور اداره پست، یا دیگه حالا چیزهای دیگه این هم داشته باشید. ولی کارمند بانک میشه بانک ها مامورو. بعد این افرادی که پیشخان یا همون پشت بار مهمانخانه یا رستورانخانه وای میسن، مثل زبان انگلیسی بارمن میگن، بارمن، بارمن. آرایشگر میشه بربر، بربر. حالا بربرم بعضی موقع من شنیدم میگن، ولی بربر. دانشمند میشه بیلیم آدمه، بیلیم آدمه، بیلیم آدمه، بیلیم آدمه. بیلیم از همون دانستن میاد، یعنی از فعل بیلمک میاد به معنی دانستن. میگم بعد شیشه‌گر یا شیشه ساز، حالا همون شیشه اصلا اینایی که تو کوره ها شیشه میسازن، داخل کوره ها که نه، این در واقع شرکت هایی که شیشه سازی میکنن، شیشه گری، جامجی میگن، جامجی، جامجی. جراح میشه جراح، جراح، جراح. مترجم میشه چویرمن، چویرمن، چویرمن. گل فروش میشه چیچکچی، چیچکچی. کشاورز، او باغبان بود، این کشاورز میشه چیفتچی، چیفتچی، چیفتچی. البته چیفت به تنهایی معنی جفت میده، چیفت یعنی جفت، ولی کلا چیفتچی یعنی کشاورز. قفل ساز، دنبال قفل ساز میگشتید، چیلینگیر، چیلینگیر، چیلینگیر. رقصنده یا حالا رقاص که زشته، همون رقصنده، دانسچ، دانسچ، دانسچ.
دکوراتور، طراح صحنه، طراح خانه میگن همون دکوراتور. دکوراتور او دکوراتور. ملبان میشه دنیز ج. دنیز یعنی دریا، دنیز ج یعنی در واقع ملبان. دنیز ج. دندان پزشک میشه دیش حکیمی، دیش حکیمی، دیش حکیمی. در سراسر ترکیه بیمارستانای دندون هم هست، یعنی آره دیگه بیمارستان دندونه، به صورت دولتی هم هستن، خیلی چیزاشون هم رایگان انجام میدن، خیلی از کارهای دندون رو. البته خب در ترکیه شرکت‌های بیمه مختلفی هست که پشتیبانی دندون هم انجام میدن، ولی به هر حال دندون پزشک میشه دیش حکیمی. دکتر که میدونید، دکتر، دکتر. شیمیدان یا داروساز میشه اجزاجی، اجزاجی. البته خب اجزاجی، اجزانه هم که معنی داروخانه میده که در سراسر ترکیه با حرف ای بزرگ که حالت رنگ قرمز داره همه جا میبینید. میخواستید داروخانه پیدا کنید بعد این نشان ای رو، چون ما در ترکی ای نمیخونیم، اینو ای میخونیم. پس در کل اجزاجه یعنی شیمیدان یا داروساز، اجزاجه. البته به راستی متصدی داروخانه هم اجزاجه میگن، اجزاجه. اقتصاددان اکونومیست، 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 اکونومیست. برقکار الکتریکچی، الکتریکچی، الکتریکچی. شخصی که بازنشسته شده باشه میگن امکلی، امکلی، امکلی. املاکی یا عامل خرید و فروش، همون در واقع همون دیگه، املاکی ها. البته خود مغازه املاکی نه، اون عاملش، اون شخصی که اونجا نشسته خرید و فروش میکنه بهش میگن املاکچه، املاکچه، املاکچه. خانم خانه‌دار ابهانمه، ابهانمه، ابهانمه. فوتبالیست فوتبالجو، فوتبالجو، فوتبالجو. نانوا میشه فرنجه، 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 فرنجه. عکاس فوتوگرافچه، فوتوگرافچه، فوتوگرافچه. یه موشک رو حالا نمیخونیم فعلا، تا بعدا بهتون بگیم، زوده هنوز. فوتوگرافچه، فوتوگرافچه. گارسون هم که همون گارسون میشه، روزنامه فروش میشه گازت بای، بایی، گازته بایی، گازته بایی. روزنامه نگار میشه گازته جی، گازته جی. طراح گرافیک یا طراح گرافیکی، گرافیکر، گرافیکر، گرافیکر. مأمور گمرک، گمرک، گرفلیسی، گمرک، گرفلیسی، گمرک، گرفلیسی. واژه سختی، گمرک، گرفلیسی. داور یا قاضی رو هم حاکم و هم حکیم، حکیم میگن، همون حکم تعیین میکنه رو. خب هم قاضی حکم تعیین میکنه هم داور، بخاطر همین اصلا قاضی و داور در فارسی هم در یک معناست دیگه، فقط در واقع دو شغل متفاوته، ولی در واقع داور رو میگن حاکم و قاضی هم میگن حکیم، اینا یه معنی میدن. باربر در ترکی واژه قدیمی ایرانی رو میده، حمال، حمال، همون حمال، حمال. پرستار همشیره، همشیره،
مجسمه ساز، هیکل، تیراش. هیکل یعنی مجسمه، تیراش یعنی هم مجسمه ساز. هیکل تیراش. پیش خدمت یا مستخدم میشه هیزمتچی. هیزمت، هیزمت یعنی خدمات. هیزمتچی یعنی پیش خدمت، کسی که خدمات ارائه میده، حالا مستخدمه، پیش خدمته. میزبانی باشه میشه هوستس. هوستس. تاجر میشه ایش آدمه، یعنی مثلا شخصی که تو کاره، ایش آدمه. کارگر میشه ایشچی. ایشچ. مأمور آتش نشانی میشه ایتفاییه جی. اطفائیه جی. اطفائیه جی. اطفائیه جی. و قصاب هم میشه قصاب. قصاب. این شد از درس 26 ما. امیدوارم که استفاده کرده باشید. جملاتی رو که بهتون گفتیم تمرین کنید، با آدرس های ما سر بزنید. موفق باشید، با امید دیدار.